سفر عبدالله به ایران برای جلب حمایت آن کشور از روند صلح افغانستان. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در صفحه فیسبوکش نوشته که به سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاشهای صلح به دعوت رسمی حکومت ایران در رأس یک هیئت عالی رتبه به تهران سفر می کند. آقای عبدالله در این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس اسلامی، دبیر شورای امنیت ملی، وزیر نیرو و برخی از مقامات عالی رتبه آن کشور دیدار خواهد کرد. این سفر در حال به ایران صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، چند پیش گفته بود که ایران دوست ندارد روند صلح افغانستان موفق شود. همزمان با این، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز گفته بود که در عقب حمله اخیر طالبان در هلمند دست ایران است. ولی اینکه آقای عبدالله با این سفر خود خواهد توانست حمایت ایران را از روند صلح افغانستان جلب کند، در برنامه امشب بازنگاه با آن می‌پردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان سالم حسنی، مشاور رئیس جمهور افغانستان، عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان، و دکتر داوود راوش، استاد دانشگاه و رئیس حزب آبادی افغانستان اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای راوش، دیدتان در مورد سفر آقای عبدالله به ایران چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و دوست عزیز و بینندگان محترم. خب، سفرها تلاش‌های دیپلماتیک است در پرنسپ که باید انجام بگیره و وطنی بسیار ساده که بگویم، اگه ما در خانه خود بشینیم کسی با پیش ما نمه، ما باید بریم به منطقه و این تلاش ها رو انجام بتیم. وضعیت و حالت و خواست و نیاز ما برم زمان بازگو کنیم و طرف قناعت بتیم اگر توانایی دی باشه. و جمعی منطقی به دست نمه الا این که همچون سفرهای در منطقه صورت بگیره. ما باور من این بود که حتی یک سال پیش، شاید هم وقتر دیرتر، سفرهای متعدد باید صورت میگرفت که حتما صورت گرفته. شاید از برخی سفرها ما خبر نباشیم، به خصوص به شش کشور همسایه ما و ایران و پاکستان که در صدر جدول است. متاسفانه با دریغ در دست اندازی های هر دو کشور در افغانستان به نحوی بوده و اگر قطع این کار ناپذیر است. افغان ها طول جنگ 40 ساله می دونن و با تاسف تمام که خبرهایی که ما شنیدیم در رابطه با جنگ هلمند ناخوشایند بوده، که خب مداخلات کشور همسایه را نام گرفتن. و تمویل سلاح، ما و شما بهتر میفهمیم که هیچ امکان نداره که یک کشور همسایه که ما متاسفانه سرحدات باز داریم کمک کننده نباشه و ما بتونیم همه امور انجام بدیم. درست. جنگ تمویل کنیم. موافق از این سفر هستین؟ خوب است که سفرها میشه که جلب حمایت شود. کاملا کاملا سفرها نیاز است. سفرها، ما به خدمت شما گفتم که در سطح مامورین حتی حلقه متوسط، کادرهای رهبری، سفرها باید صورت میگرفت و بار صورت میگرفت. و حالا من فکر میکنم سفر آقای عبدالله اگر خیلی نمادین هم باشه، امی که با چندین مقام عالی رتبه ایران میبینه و دلایلی را که دارن برای آوردن صلح و همکاری ایران سر میز مذاکره میگذارن، یه گام مثبت است. بله. آقای حسنی، دید شما چی است؟ ظاهرا آقای عبدالله گفته که در این سفرش تلاش میکنه که بروند صلح افغانستان حمایت ایران را جلب بکنه. این قسم سفری که با پاکستان داشت یا به هند داشت. ولی فکر میکنین آجندای دیگه هم تعقیب میشه در این سفر از طرف آقای عبدالله؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و به عزیزان حاضر در میز، جناب استاد راوش و جناب آقای کیانی عزیز و به همه بینندگان عزیز و بزرگواری که ما را در این وقت شب تماشا میکنند، و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه بینندگان و عزیزان. سفر جناب دکتر صاحب عبدالله به جمهوری اسلامی ایران از جهات مختلف میتونه حائز اهمیت باشه و یقیناً اهمیت خود داره. یکی اینکه
ما فعلا در افغانستان بحث صلح بخواهی نخواهی با یک سری مشکلات مواجه است و امروز جنگ ها و درگیری هایی که هست و سرکشی هایی که طالب ها داره و از او طرف نفوذی که ایران خواه نخواه بر بخش های از طالب ها داره میتونه ممید واقع شد و همکاری های ایران اگر واقعا صادقانه و آمدانه بیاید در پروسه صلح افغانستان از نفوذ خودش و از نقش خودش در میان طالب ها استفاده بکنه و نفع صلح افغانستان تأثیر خود داره، نمیگم تأثیر 100% ولی تأثیر 30-40% میتونه در بخش ها داشته باشه با توجه به روابط دیرینه ای که ایران با طالب ها در سال های مختلف داشته و همین اکم دار. بحث دیگری که وجود داره اینه که در افغانستان فعلا دو تا روایت از صلح وجود داره. یک روایت تغلب و تسلط طالب ها که میخوای از طریق جنگ به قدرت برسه یا از طریق خشونت سر میز صلح یا نپذیرفتن منطق صلح در سر میز مذاکره بخوای با او برسه که در حقیقت همو روایت امارت را بخوای غالب بکنه چه در میز و چه در میدان جنگ. حکومت افغانستان نیاز داره که با سفرها به کشورهای پیرامون افغانستان اینها را قانع بکنه و از اینها به نحوی بخواید که جمهوری اسلامی افغانستان در روایت جمهوریت از صلح پشتیبانی بکنه و حمایت بکنه. چنانچه آقای حسن، یعنی این سفر در هماهنگی با ارگ شده، آجندای پنهانی هم تعقیب نمیشه از طرف آقای عبدالله. این قسم شایعات است که آقای عبدالله ممکن کار میکنه سر ذهنیت های کشورهای منطقه بر قبول شدن بر قبولی حکومت موقت از طرف کشورها. ببینین جناب دکتر صاحب عبدالله در یک پروسه سیاسی با دکتر صاحب اشرف غنی حکومت را ساختن و فعلا در حکومت حضور داره، نمایندگانش در شورای عالی مصالحه حضور داره. به نظر من این گمانه ها زدنش بهتره به خاطری که فضا را مسموم میکنه و فضا را معیوب میکنه و ما امروز چه در هر کشوری که دکتر صاحب عبدالله سفر میکنه یا دکتر صاحب اشرف غنی سفر میکنه یا وزیر خارجه سفر میکنه یا وزیر اقتصاد سفر میکنه وزیر مهاجرین سفر میکنه، اینا را در راستای پیشبرد اهداف در کل جمهوری اسلامی بدانیم و ما طرفدار این گونه زن و گمان ها نیستم و این دامن زدن به این گونه زن و گمان ها را معذرت میخوایم. جمله خود تکمیل بکنم. این قسم تصور میشه که ارگ راضی نیست از این سفرهایی که صورت میگیره، مخصوصا سفر آقای عبدالله با پاکستان و هند. سفری که آقای عبدالله با پاکستان داشت، مشاورین رئیس جمهور، نزدیکای رئیس جمهور، اگر شما صفحات فیسبوکش تعقیب کنین عملا تخریب میکردن آقای عبدالله را و سفرش، میخواستن کوچک جلوه بتن. اگر باز میخواین من مسئله شما بس اینجاست که من بعید میدانم چنین روحیه‌ای وجود داشته باشه. ببینین موضع‌گیری علیه پاکستان بیشتر بزی بود که پاکستان تا حالا بارها، شما اگر یادتان باشه و حتما به عنوان یک ژورنالیستی را اطلاع دارین که جناب آقای کرزی نزدیک به 20 بار به پاکستان سفر کرد ولی پاکستان جوابش چی بود؟ یا مثلا دکتر صاحب اشرف غنی در ابتدای حکومت وحدت ملی با چه وضعیت رفت پاکستان و داخل نتیجهش چی بود؟ با توجه به اینی که خاطره درستی از پاکستان کسی نداره، بنابراین سفر همراه با گفت نتایجش با شک و تردید، یعنی از او استقبال پاکستان، من شخصا خودم در یک از رسانه‌های را بیان کردم، اینی که پاکستان آمد از یک مقام افغان ما به این عظمت استقبال کرد باعث غرور ماست. یعنی هیجان زده شده بودیم. بله این باعث غرور ماست، اما این نباید ما را از این غافل بکنه که پاکستانی ها نمیشه به اونا به سادگی اعتماد کرد. اما بحث سفرشان در هند من فکر میکنم کسی مخالف نبوده، بنابراین ما این سفرها را در راستای تقویت روایت جمهوریت میدم. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمده. این آقای کیانی، دید شما چی است؟ فکر میکنین ایران چی کمک کرده میتونه با افغانستان در روند سال؟ به نام خداوند، سلام بر شما جناب دکتر صاحب، جناب مشاور صاحب. ببینید بنابر هفت دلیل ایران میتواند بر صلح و جنگ افغانستان تاثیرات خود داشته باشد. دلیل اول، همسایگی ما با ایران است و ما حدود 950 کیلومتر مرز مشترک داریم بین سه ولایت، هرات، فراه و ولایت نیمروز. دلیل دومی است که ایران تجربه سیاسی نظامی حضور در افغانستان دارد، هم در زمان جهاد هم در زمان مقاومت،
دلیل سومی مراودات فرهنگی که ما با جمهوری اسلامی ایران داریم و این مراودات فرهنگی قسمان تقریبا در یک حوزه تمدنی معنا پیدا میکنه در کنار جمهوری اسلامی ایران. دلیل چهارمی حدود ثمل المهاجر است که در ایران حضور دارند و این مهاجرین میتونند نقش قسمان نقش آفرین باشند در صلح و جنگ افغانستان. و دلیل پنجمی دلیل مراودات اقتصادی که ما با جمهوری اسلامی ایران داریم. دلیل ششمی رابطه نزدیک که ایرانی ها با طالب دارند، مثلا شورای مشهد است و خود ایرانی ها همچنان این را کتمان نکردند. و دلیل هفتمی به دلیل از اینکه قطبای شکل گرفته که قسمان ایران در این قطبا نیست، به گونه نمونه 8 قطب کلیدی در منطقه در جهان است که جمهوری اسلامی ایران در این قطبا نیست و من حیث یک قطب ناراض میتونه تاثیرات خود بالای صلح و جنگ افغانستان داشته باشد. دلیل دیگری که میتونم در کنار دلایل دیگر ارائه کرد، ایران منسی یک قوت سیاسی نظامی در منطقه در خاورمیانه تامل‌دندی معادلات امنیتی سیاسی است و افغانستان از این از رگزر امنیتی در گراف کلان در بعض موارد از عینک نهادهای امنیتی خاورمیانه و قسمان از عینک ایران دیده میشه. حالا شما نمیتونید هیچ گونه تعامل در خاورمیانه بدون حضور ایران معنا ببخشین و به همین ترتیب گاه گاه ما متاسفانه افغانستان بنا بر بحران هویت در حوزه امنیتی در نهادهای امنیتی کلان ما از عینک ایران به ما نگاه میشه، از عینک نهادهای امنیتی خاورمیانه. و جنگ افغانستان بدون شک مرتبط با تبدلات است که در منطقه در خاورمیانه رخ داده. جنگ افغانستان به شکل قسمی رابطه با جنگ سوریه داره، با حضور امریکا در عراق داشته، همیشه ما متاثر بودیم، حتی با در لیبی رابطه داره، در یمن رابطه داره. فلاحظ روی این دلایل ایران میتواند نقش بسزایی در صلح و جنگ افغانستان داشته باشد. درست است. چقدر همکاری خواهد کرد؟ بس بیست که ایرانی ها همواره دو نوع منافع داشتند در افغانستان. یک نوع منافع آشکار مشروع، یک نوع منافع نامشروع پنهان. در بود از این که ایرانی ها ملتفید بیه شدن که البته اگر افغانستان باثبات باشه بدون شک میتونه منافع ایران را تأمین کنه. بگونه نمونه، در یک بود میشه که جمهوری اسلامی ایران منافع خود در جنگ ببینه، در یک بود در صلح. بگونه نمونه، اگر در جنگ ببینه میتونه حداقل رقیب خود زمینگیر بسازه که ایالات متحده آمریکا است، امروز در ظاهرا در دل گوش ایران است. و دلیل از اینکه ایران بتونه به صلح کمک کنه، دلایل بیشتر از دخالتش در جنگ افغانستان است. در بود اقتصادی ما میتونیم حداقل یک مارکت برای اگر افغانستان مرفع باشه قسمان میتونه یک همسایه خوب در بود اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران باشه. ما میتونیم حداقل در بود تبادله فرهنگ ما میتونیم به ایرانی ها مؤثر باشیم و افغانستان میتونه در بود انتقال انرژی ایران به آسیای مرکزی میتونه مؤثر باشه، حتی به جنوب آسیا میتونه مؤثر باشه. در بود انتقال برق از ایران میتونه در جنوب آسیا افغانستان و در افغانستان در کل افغانستان میتونه یک پل ارتباطی بین جمهوری اسلامی ایران و جنوب آسیا باشه. یک در بود دیگر، اگر از رگزار ژئوپلیتیک ببینیم، جغرافیای سیاسی ما مکمل ژئوپلیتیک ایران در حوزه پیدافند بری هستیم و ایران مکمل ژئوپلیتیک افغانستان در مرکز پیدافند ژئواستراتژی بحری است. یعنی اگر ایران خواسته باشه قدر رسا داشته باشه در جنوب آسیا بتونه و دنبال تأمین منافع خود باشه، ناچار است که حداقل با افغانستان متحد باشه و این در یک افغانستان آری از جنگ میتونه معنا پیدا کنه و ایران میتونه از با توجه به تحریماتی که در این شب روزا بالا ایران از جانب آمریکا وضع شدن میتونه افغانستان بسیار نقش بسزایی در امر رشد و توسعه اقتصادی ایران حد اقل در بود ترانزیت باشه. درست، سری موارد بیشتر بحث خواهیم کرد، ولی پیش از او شما چقدر باور دارین که می سفرهایی که آقای عبدالله میکند در ماهنگی با ارگ باشه و ارگ حداقل راضی باشه از این سفرها؟ ما دیدیم که متاسفانه از بد و ایجاد حکومت مشارکت ملی تا کنون قطبای در داخل بوده، قطب سپیدار و قطب ارگ بوده. شما از تشکیلات شورای عالی مصالحه دیدین که تیمی که آقای غنی معرفی کرد برابری شورای عالی مصالحه همه کمپینگرایش بودن و آقای عبدالله عملا نارضایتی خود نشان داد. دو، هنوز تشکیلات شورای عالی مصالحه متاسفانه آقای غنی خلاف قانون خدمات ملکی تایید نکرده. بله. سه، برخلاف تعهداتی که مبنای حکومت مشارکت ملی را تشکیل میده، آقای غنی همواره به امور شورای عالی مصالحه مداخله کرده.
4 هنوز اون سلطه های آنچنانی که در این تفاهمنامه درج شده بود با آقای عبدالله تحفیز نشده و 5 ما میبینیم که نگاه آقای غنی با آقای عبدالله با تحرکاتش نگاه شکاکانه و نگاه رقیب برقیب است. شما در پاکستان بیشتر مثال بسیار زنده دادین مسئله سفر آقای عبدالله با پاکستان و استقبال کم نظیری که از آقای عبدالله در پاکستان صورت گرفت. ما تصور ما ایست که متاسفانه هنوز هم اختلافات در بین ارگ و سپیدار هست. خدسیری که دنبال میکنم خدسیر واحد نیست. حتی اطلاعات وجود داره که آقای غنی میخواست در دوحه اولین افتتاحی که صورت گرفت که همون متنی که حامل از این متن آقای اطمر بود آقای عبدالله اون متن رو بخونه. اطلاعات وجود داره که آقای عبدالله اون متن رو رد کرده، خودشان دیدگاه خود داشتن. فلحاظ ما میبینیم اختلافات جدی وجود داره، اختلافات بی‌نهایت جدی و بر کسی پوشیده نیست و متاسفانه بی‌نهایت آقای غنی تلاش میکنه که سفرهای آقای عبدالله بی‌ثمر باشه و سفرهای آقای عبدالله ظاهرا تعریفی که ارگ و آقای غنی از آن داره به مفهوم خلع آقای غنی و بسترسازی به خاطر انتقال قدرت و آوردن طالبان و شریک ساختنشان در قدرت است. تشکر آقای روش. خب سفر درست از صورت میگیره مثل که شما گفتین یک امر معمولی و طبیعی است، در گذشته هم شده این قسم سفرها. حداقل آقای عبدالله هم یک ماه گذشته کشور سوم است که بالاخره میره به کشورها. فکر میکنین میتونه که حمایت ایران را جلب بکنه برای روند صلح افغانستان؟ خب همه چیز به فکر ما که باشه، کاش که، ولی عمل سیاسی بعد از سفر و پروتکل ها یا تعهداتی که صورت میگیره که چقدر زمانت اجرایی داره و منصی اجرا قرار میگیره این مهمه. او وقت است که ما شما میتونیم درستر قضاوت کنیم. حالا خب تازه سفر صورت گرفته، اینا رفتن، طبعا مقاماتی را که شما نام گرفتین، مثلا وزیر خارجه، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی نظام، رئیس نظام آقای خامنه ای، یا هر کس دیگری که میبینن، افراد مؤثر هستند در سیاست ایران و این خالی از مفاد نیست مسلما. این برمیگرده به تعهداتی که ایران با بر وفق منافع خود ایران و نه تنها ایران، هر کشور دنیا یک خطوه از منافع خود نمیگذاره. اگر منافعش در جنگ آشکار، در دیپلماسی آشکار باشه، تا حد ممکن کوشش میکنه که در دیپلماسی آشکار منافع خود تامین کنه و اونو جایی که در دیپلماسی آشکار جواب نداد، در دیپلماسی پنهان که دست بالا داره، متاسفانه در میدان جنگ افغانستان نمیگی دست بالا متاسفانه داره، در اونجا تامین میکنه. ولی بسیار مهم است که آیا ایران توان در آخر گپ، یعنی در به اصطلاح در تصویر کلان، آیا ایران یارای مقاومت در جنگ در میدان افغانستان با امریکا را داره؟ چی از نظر اقتصادی، چی از نظر ببینید، چی از نظر نظامی، چی از نظر اقتصادی، چی از نظر مثلا وضعی که در خود ایران است، از نظر اقتصادی بحرانی که است و تنشایی که در داخل ایران است. شما میبینید که روزمره مظاهرات است، مثلا مردم امرای جمهوری اسلامی چندان میانی خوب نداره، به خصوص جامعه روشن فکری ایران و جامعه مدنی ایران. درست. وضع ایران هم وضع خیلی ها ایدال نیست. ایدال نیست که با یک دست بسیار بالا مانند مثلا 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته دست بالا داشته باشه. اما در میدان جنگ ظاهرا ایران یارای خود داره. مثلا شما صحبت های آقای نبیل رتمن شنیدین، نوشته ای را که پس از حمله طالبا به المان کرده و طالبا را یک گروه پارچه پارچه شده گفت و گفت که حمله که به ایران شده ای بالاخره حمایت ایران به المان شده. بله، حمایت ایران بوده که حمله را طالبا کرده. باز فکر نمیکنین که هنوزم طالب راضی نیست از پروسه صلحی که جریان داره و هنوزم فکر مخربانه داره به این روند؟ یقینا متاسفانه جنگ افغانستان مو شیر تاریخی رو یاد آدم میره که جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است، من به قربانت این چه نیرنگ. در جنگ افغانستان در دست همگی، در یک دست شمشیر است، در دست یک قرآن شریف. متاسفانه همین رقم است. کدام کشور در افغانستان با تمام خلوص نیت آمده کار میکنه؟ هیچ کشور. هر کس میخواه. ما یک روز بسیار برای من جالب بود، یکی از کشورها رو کال نام دیدم نشته است که اینجوری فلان مهران مانند که حالا بالاخره چی میگه، خودش نان نداره که بخوره، از یک طریق میاد. این درست است، ولی ما باید کل گپ برمیگرده بر ما. شما پیشتر اشاره کردین و آقای کینی هم گفتن که یک اختلاف شدید بین دولت افغانستان، شورای عالی صلح و غیره وجود داره.
این هیچ به نفع نه تنها به نفع افغانستان نیست، به نفع حکومت و نظام نیست، بلکه به نفع اون آدمی که غریب بیچاره است که سر سرک کار میکنه به نفع زوم نیست. شما تایید میکنید اختلاف هست؟ هر تلاش میکنه که به ثمر نشان بده. ظاهرا خب ما باید دارای بخصوص در برابر خارجی ها، این خب اخلاق نیست که ما در برابر خارجی ها در یک نفاق و در یک زدیت و در یکی مزمت دیگره کنیم. این خو اخلاق نیست، این خو تربیه نیست بخی. این خلاف تمام نرمای دیپلماتیک است که شما برین رئیس جمهور تانه در کشور نماینده رئیس جمهور هم باشین یا نماینده مدام دستگاه باشین یا به نحوی مدام دستگاه شریک باشین و برین او را دعو بسنین یا بد بگوین یا کار خود کنین. این از نظر دیپلماسی حتی آدم از چشم طرف مقابل مفته او به طور سیال نمیگیره، به کدام نیرو، به کدام توانایی. من فکر میکنم که یک سلسله گپا گمانه‌زنی های ما خیابانی برش میگیم، سر سرک است. یک سلسله گپا اگر آدم میتونه گمانه‌زنی کنه بر اساس فکت ها، بر اساس یک سلسله پرینسیپ ها و چیزهایی که بین دولتین بسیار معمول است. شما مجبور هستین برای افغانستان، شما آقای عبدالله هستین، آقای سیاف هستین، آقای بیرون حکومت هستین، وقتی که از این نظام، از این تیکت تیاره گرفته، از این نظام میرین نوشه، مجبور هستین برای افغانستان کنین. من رئیس حزب آبادی افغانستان هستم. ما خب برم در یک ملاقات که ما بیرق حزب آبادی رو خونه میمانم، من مجبور نیستم بیرق افغانستان. این حرفتان گنگ است، این حرفتان با ما گنگ است. مثلا چی میخواین؟ من میخواییم بگویم که ما در بیرون با هر کسی که مذاکره میکنیم، ما این نظام یا برنمایندگی این نظام هستیم تقریبا دیگه. حالا اختلافات داخلی خوب میباشه، تخریب نباید شد. بله اختلاف داخلی، ما قانون اساسی، بیرق، تمامیت ارضی، حکومت ملی، مثلا اردو بچه کسی نیست. اردو نه بچه آقای اشرف‌غنی، نه بچه آقای عبدالله، اردو بچه وطن افغانستان، خاک ملت ما. پلیس امریکا، امنیت ملی امریکا. ما مجبور هستیم از کسی دفاع کنیم که امنیت ما رو میگیره. حتما به شما برمیگردیم. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای حسینی، خوب شما صحبت های میمانا را شنیدین، اختلاف هست و دید آقای کیانی است که تلاش هرگی است که بی‌ثمر نشان بده سلسله سفرهایی را که آقای عبدالله میکنه به کشورهای منطقه. ببینین، بازم من به این نکته میخوام تاکید بکنم که ما چرا اینقدر به دنبال شکافتن فاصله ها هستیم. بیایم بر اساس مستندات گپ بزنیم، در کدام مورد، در همه مواردی که فعلا ما شاهدش هستیم، موازی سیاسی خارج، سیاست خارجی، رئیس جمهور افغانستان یا رئیس شورای المصالحه افغانستان کدامش علیه همدیگه حرف زده یا کدامش علیه همدیگه اقدامی انجام داده؟ ما در این شرایطی که ملت نیاز به وحدت و یک پارچگی داریم و در مجموع هر کسی که زیر چتر نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستیم نیاز به انسجام و همگرایی هستیم که ما بتونیم در برابر شیطنت های استخبارات بیرونی و کشورهای موذی منطقه، ما بتونیم از کیان نظام و از همه کلیت نظام دفاع بکنیم. ورودی در این مسائل چه مشکلی ما را حل میکنه یا کجا را میتونه ترمیم بکنه؟ خب بحث درست است. وقت میشه که ما با کشورهای منطقه یا با میدان کلان رقابت با قدرت داخل شویم که اجماع سیاسی وجود داشته باشه. خب، در درون اجماع سیاسی وجود داره؟ من به باور هستم که بله، اجماع سیاسی وجود داره. شما اگر حساب بکنید تمام جریان های مؤثر در سیاست افغانستان امروز در چتر، زیر چتر نظام جمهوریت و همچنین در روایت جمهوریت شریک است. شما صحبت جناب دکتر صاحب عبدالله را در روز جمعه در دومین سالگرد قهرمان شهید عبدالرازق دیدین که در اونجا گفت که به هیچ عنوان کسی پذیرای امارت طالبانی دیگه نیست و این روایت آماده است. خب، آقای عبدالله که بر سر حکومت موقت صحبت بکنه با امو طالبا. خب، چیز را کرگ نمیده. ببینین، بحث اینجاست که به هیچ عنوان امارت را نمیپذیرم، اما اینی که این مذاکرات صلح به چه سمت مدیریت میشه، لوی جرگه مشورت صلح که آقای دکتر صاحب عبدالله رئیس دومین لوی جرگه مشورت صلح بود، خطوط را مشخص کرده و نقشه راه را مشخص کرده و در نهایت این مردم افغانستان است که ممکنه به حساب در اینجا پارلمان
پارلمان دخیل است، لوی جرگه دخیل است. خدمت از کنم که نهادهای قانونی افغانستان دخیل در نهایت تصمیم اینا میگه. من میخوام عرض بکنم ببینین ما نباید فعلا در چنین شرایطی اگر هم یک سری اختلاف های فرزند وجود داره اینا رو در این شرایط بیاییم بولد بکنیم و کلان بکنیم. ما فعلا نیاز به اتحاد و انسجام داریم و تلاش کنیم که حتی او این اختلافات را تلاش بکنیم که اگر اختلافی هم هست اینا را کاهش بتیم، نه اینه که با تبلیغ و بوق و کارنا کردن در این مسائل اینا را افزایش بتیم و نگرانی برای مردم خلق بکنیم. ولی وظیفه حکومت افغانستان حکومت است که بیاید به هیچ عنوان اتحاد را شکل بده. من به هیچ عنوان ایر منکر نیستم. وظیفه حکومت افغانستان، وظیفه رئیس جمهور، وظیفه تمام سیاسیون این است که در چنین شرایطی باید ما زیر یک بیرق پرچم سرنگ پر افتخار افغانستان استاد شویم و اون رو دفاع بکنیم در مقابل کسانی که سرنگونی پرچم می خواهد. من می خواهیم از به موارد مشخص اشاره کرد آقای اصنی، شما هم شنیدین، یکیش مثلا تشکیل شورای عالی مصالحه بود، هنوز منظور نشده از طرف رئیس جمهور. فکر میکنین یک سوی نیت است یا مثلا سفری را که مشترکاً آقای عبدالله و حنیف اطمر فکر میکنن به قطر رفته بودن، هر دویشان بیانیه های دو تا بیانیه بود باید خوانده میشد، چرا باید این قسم باشه وضعیت؟ ببینین وقتی که مقامات ما یک جای سفر میکنند در حقیقت رئیس هیئت صلاحیت داره. تا حالا کسی جلوی صلاحیت رئیس هیئت در هر جایی که بوده نگرفت. در قطر اختلاف بوده در قطر هم که رفت. ببین ما باید ببینیم که عملا چی اتفاق افتاد، کسی جلوی کسی را گرفت یا نگرفت، کسی برای هم دیگه مشکل خلق کرد یا نکرد. اینی که ما بیایم از شم استخباراتی خود ما بیایم بگیم که شما دیشب با خانمتان جنگ داشتید، خب اما در خانه شما آرام آرامی بوده. خب ولی اگه باز من تایید کنم گپ چیز میشه. نه گپ شما یک گپ دیگه. امی حرف را عبدالله محبم تایید کرد در یک گفتگوی تلویزیونی، حتما شما او را دیده باشید. ببین نمیگم اختلافات وجود نداره. ببین من میخوام بگم یک بس نه این دو گفت یک اختلاف است، یک تفاوت دیدگاه است. هر تفاوت دیدگاه بین سیاسیون وجود داره. شما ببینید مثلا دکتر صیب غنی دارای یک تیم بود و دکتر صیب عبدالله مثلا دارای یک تیم و اینا بر اساس مصالح کلان افغانستان با هم دیگه نشستن حکومت مشترک تشکیل دادن. تفاوت دیدگاه وجود داره اما اختلاف یعنی اختلاف رفتاری و عملی. تشکر. ما فعلا شاهد اختلاف عملی و رفتاری نیستیم. بله هر زمان ایره مشاهده کردیم میگیم بله فلان جای مثلا دکتر عبدالله ایره گفت، رئیس جمهور ایره گفت، آقای اطمر ایره گفت، عبدالله محب ایره گفت. پس بنابراین من فعلا چیزی که میخوایم روش تاکید بکنم که تفاوت دیدگاه وجود داره اما اختلافات جدی وجود نداره. مشکلات هم که در قسمت تشکیل شورای عالی مصالحه یا مثلا در مسائل وجود داره اینا در حال گفتگو هست، اینا حل میشه و اینها و چیز مهمی که هست فعلا این مضر بر روند صلح در افغانستان نیست. خیلی سپاسگزارم. آقای کیانی، خب اجماع سیاسی بسیار مهم است برای رسیدن به صلح. فکر میکنین این اجماع وجود داره؟ گزارش های نشر میشه در رسانه ها، حتما شما هم شنیدین که بالاخره هر کسی به نوبت خود به کشورهای منطقه پوت و پنهانی سفر میکنن، هر کسی یک آجندای خاص را به پیش میبره. متاسفانه چیزی که فعلا مفقود است و میباید این منیس پاسبان ارزش ها، منیس تامولندی معادلات در داخل افغانستان، منیس میور به خاطر ایجاد اجماع، این مفقود است که همانا دولت مسئولیت پذیر است. استوار بر ماده 5 قانون اساسی افغانستان حکومت وظیفه خود انجام نداده. یک مسئله. مسئله دیگر متاسفانه انفعال حکومت در بعض موارد آمدانه و در بعض موارد ناشی از ضعفی که وجود داشته. حالا ما نمیدانیم در اتاق گفتگو چی میگذره، در اجندای اصلی و اساسی تیم گفتگو کنید افغانستان چیست. بحث دیگر بحث اختلافات است. متاسفانه اختلافات بسیار عمیق است، در حرف نیست، در عمل است. ما در عمل میبینیم. شما سخنان آقای قنی را شنیدیم، گفت که میگر این که جسد ما را از ارگ بیرون کنند و آقای عبدالله میگه حکومت موقت آمده نیست. و ما باور شما سیاسیون عملا کمپاین میکنه با باور ما چیست؟ باور ما چیست؟ به منظور رسیدن به یک صلح دائمی در داخل افغانستان با حفظ ساختارهای دموکراتیک، با حفظ ارزش‌های مشترک 17 سال مشترک بین ما و بین جامعه جهانی که میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده، آمدن یک حکومت سرپرست یک امر اجتناب ناپذیر به هیچ وجه. اگر قرار به این می بود که طالب می آمد همین حکومت قبول میکرد، خب پس چرا جنگ است؟ هرچند که تصویری که ما از طالب داریم تصویر واحد نیست. طالب پراکنده است، تا
طالب متاسفانه استیج هایی که به دسترس طالب در منطقه در جهان قرار داده شده ظاهرا طالب فرمی نشان دادن، چاق نشان دادن و بزرگنمایی کاذب کردن طالب، اما در کل همین طالب مینیست یک کد استخباراتی. متاسفانه این حکومت این وضعیت قبول نداره و حکومت مفقود از حکومت مسئول فقط به 4 نفر خلاصه شده، با آقای غنی، با آقای محب، با آقای فضلی و به بی بی گل رولا غنی. اونا نقش دارن بی بی گل، متاسفانه نقش داره. شما ببینید در اکثریت مسائل نقش داره و نقش آقای خانم بی بی گل کس نمیتونه کتمان کنه، در تمام امور نقش داره. با اینکه در قانون جایگاه، در قانون هیچ جایگاهی، همین دفتر کمیل اعظم آشمیده میلیون ها دلار معاش میگیره، کجاست در قانون اساسی؟ در کدام قانون تسجیل شده، درج شده؟ بله متاسفانه خلاف قانون نقش دارن و خلاف قانون اعمال نقش میکنن. مردم دور هستن، حتی کسایی که در داخل حکومت است خود به حکومت سهم نمیدونه. شما ببینیم معاون اول آمده نقش آمدن هم نیکابل ایفا میکنه، این با کجای قانون است؟ تصور میکنن که تمام افغانستان کابل است. بحث دیگر، آقای عبدالله بارها دیدیم چیزی که گفت آقای غنی عملا رد کرد. این ذهنیت ها ذهنیت های طرد کننده است، ذهنیت های جمع کننده نیست، تفریق کننده است. و تا زمانی که این جو حاکم باشه در داخل، بین ارگ و سپیدار اختلاف معایبی باشه، ما نمیتونیم در منطقه اجماع ایجاد کنیم و ما نمیتونیم دست مشرف در اتاق گفتگو داشته باشه. بله سفرهای آقای عبدالله در منطقه خود ای کاش پیش از فرستادن تیم گفتگو کننده به قطر صورت میگیریم. حالا ایرانی ها ظاهرن خود از تعامل معادلات در حکومت پساسل دور میدانند، دور محاسبه میکنند و در یک عمل انجام شده خود قلم داد میکنند، ناراض هستند از تحرکاتی که صورت گرفته، بالای امریکایی ها شک دارند و به این ترتیب هندوستان شک داره، به این ترتیب جمهوری فدراتیف روسیه شک داره، به این ترتیب ظاهرن جمهوری خلق چین ناراض هستند و متاسفان این صلح اگر بیا این صلح صلح معلول است و قصدن عقبه جبهه شورای عالی مصالحه آقای غنی خلی نگه داشته. چی میخواد آقای غنی؟ باقای خود میخواد. آقای غنی باش در جنگ است. بدون شک، بدون شک. آقای غنی، شما شنیدیم صحبتی که او کرد، ادبیات آقای غنی ادبیات جنگ بود، ادبیات سال نبود که گفت مگر اینکه میگه جسد مرا از ارگ بیرون کنین. این گپ وقتی که شما به طرف سال میریم، شما باید با تساهل و مدارا با از خودگذری آراسته باشید. ادبیات باید تغییر کنه، ادبیات سالگرایانه باشه، جمعگرایانه باشه، نه تفریق فرایانه. فرصت بسیار کم است، ولی آقای غنی خب امو تاریخ را به مردم افغانستان مثال میزنه، میگه باید یک بار دیگه باز مبادا تکرار شود. من میگم بدترین زبان، بدترین زمان، با حرمت و احترام به تلاش و اجازه دیدین تکلیف کنم، سربازان من که در میدان محاربه جان میدن، دستشون قابل بوسیدن است. سرباز ما جنگ میکنه، قمدان توره کندک جنگ میکنه، بدترین شرایط خود افغانستان حالا داره. افغانستان در بدترین شرایط امنیتی، اقتصادی، فرهنگی خود است. در طول تاریخ افغانستان بیت یک وضعیت بعدی قرار نگرفته که مسئول تلاش های آقای غنی این وضعیت است. این آقای غنی این وضعیت قصدن حاکم ساخته و حالا هم منافع خود در جنگ بینه، ولی اگر به هر قیمت که تمام شید. درست، وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای راوش، خب ظاهرا اختلاف بسیار عمیق وجود دارد در داخل و این اختلاف تا زمانی که اجماع داخلی سیاسی شکل نگیره، اجماع منطقه‌ای ما را کمک کرده نمیتونه بر روند صلح افغانستان. حداقل دیدگاه ها عمیق قسم است. فکر میکنین چرا تلاش نمیشه برای حل این اختلافات؟ چرا اجماع شکل نمیگیره بالاخره؟ خب دیگه که در حکومت افغانستان مشکلات است، گردانندگی برخی امور او رقمی که لازم است صورت نمیگیره، در این شک نیست. ولی اجماع ملی برای تحقق صلح در افغانستان یک اجماع کلی برای چی بود در افکار همه وجود داره. کل مردم از دهقان تا کارگر تا معلم تا ملا همه این صلح میخواه. اجماع در دنیای طور نمیشه که شما 30 میلیون نفر در یک میدان جمع کنین و بگوین که شما طرفدار هستین یا مخالف. نهادها است که مردم، یکی از اشکال تجمع مردم در نهادها است. نهادهای مدنی است، احزاب سیاسی است، شورای قومی است، مثلا اتحادیه ها است. اینها ما خو از کسی تا حال صدای ازیر نشنیدیم که بین برادرها که ما طرف جنگ هستیم و جنگ میکنیم. به صورت کلی اجماع وجود داره. ما یکان دفعه ببینین اجماع سیاسی مهم است. اینطور بگوین که بین 2-3 نفر یا 4 نفر اختلاف نظر است. من مثلا یک مثال رو میگم. مثلا شما صحبت های مقامات درجه اول حکومتی را اگر در مراسم گرامی داشت از 2 سالیاد ترور جنرال رازق بشنوین،
اوجا آقای امرالله سالمی یک دیدگار مطرح میکنه به طالب خطاب تروریست را میکنه، میگه که نفرین میفرستون به طالب، طالب ملخوارو میای حمله میکنه، ملخوارو فرار میکنه. ولی وقت آقای عبدالله میای بخیه یک چیز متفاوت تر را میگه، موقفشان بسیار نرم است، تا به طالب تروریست هم نمیگه. اونا میگن ما صلح میکنیم با طالب، ولی یا میقسم موارد دیگه هم است. بله کس ادبیات خدا داره. اول آقای سالی گپ غلط نگفته. طالب خب شما حالا طالب تروریست است. با چشم سر میبینیم که چندان هومانیست هم نیست. خب با تروریست صلح نمیشه. کجای افغانستان گل تقسیم کرده؟ با تروریست صلح میشه. ببینین شما یک وقت مجبور میشین از برای مصلحت است نی؟ مصلحت زندگی طوری می که شما اون مو کسی را که نمیخواین اون بپذیر. شما طرفدار ازی بودین که دو سال پیش اینا سقونی اعلام میشد. کی نمیره سالها گفت که ایلا شد. ولی یک زمانی آمد، یک لحظه آمد، نیاز مبرم زمان یا چی شد که رها شد. حالا این نیاز بعد زمان چی است که به طالب خطاب تروریست ملخ و نمیفهم ده تا مورد دیگه شد؟ خب برای چی که عملا طالب جنگ میکنه. خب شما ببینید. نیروهای حکومتی نه نه هم جنگ میکنه. شما برای یک لحظه، برای یک لحظه. بعد. ده هلمن عسکر کشته میشه، هلمن تخریب میشه، نایچار خراب میشه، کل هلمن تباه میشه. و اینجا مقامات بگوید که طالب بسیار شریف آدم است که دهلمن گل تقسیم کرده. کی میشه؟ بازی سیاسی قسم نمیشه. بازی سیاسی نیست. در عمل مردم چی میگه؟ مردم میگه بیا در عمل طالب را فرق شبش کنان سر شب ببر. ما نه طرفدار طالب هستیم. در پالیسی و یک کشورهای منطقه ما نه طرفدار طالب هستیم. نه ضد طالب هستیم. اگر طالب سلاح را به زمین بگذاره، افغانستان را به یک کشور مسلمان، اسلامی، مردمش را بپذیره، خود طالب از این خاک است، بالاخره باید این خاک مشارکت داشته باشه. جنگ یگانه راه حل نیست. متاسفانه با دریغ و درد چیزی را که بسیار تمرکز میکنه برعکس حکومت افغانستان خواهد اقل اگر در عمل جناب آقای کینی میگه که اینا جنگ میخواین، اگر جنگ هم میخواین خود در صحبت و در مذاکره و در پشت میز مذاکره طرحهای صلح دارن، درست؟ مثلا طرح صلحشان هم طرح تسلیمی است. طالب تسلیم شد؟ تسلیمی نیست. شما ببینید ما باید حد و حدود تمام مسائل را بشناسیم. شما که حدود نشناسید نه تو خونه میشه که طالب بگه که حکومت افغانستان را برای ما بدین بگوین صحیح است. شما در سیاست مجبور هستین که نقطه نظر آخرتان نگاه کنین. شما مجبور هستین ببینین یک لحظه اجازه بدین سوالتان او در دیگه طرف میمونه. وقتی که شما میگین طالب بیا صحیح؟ خب مطابق یک مکانیزم بیا ای تو خونه میشه که تو انفجار انتحار از نقطه از این نقطه نظر بیه. خب بیا برادر ما مثلا 67000 مکتب داریم، 100 تا مدیر لیسه خوبته. ای تو خونه میشه که ما برای کل کسایی که ببخشید میشه مالایی سه اونشته برای کل ملاها حکومت وزارت ترانسپورت بسپاریم. ولی حکومت وزارت ترانسپورت اقتصاددان کار داره، انجینیر کار داره، کسی که در رشته موتر و ترانسپورت اینا تحصیل گرده کار داره. شما در سر و سر افغانستان بگرد ما غیر ملا عباس که خواندم که ملا عباس استانگزه که چی داره تحصیل داره. ما خود تحصیلات دیگران را حداقل در یک رشته تخصصی شما به این مملکت دکتر ضرورت دارین، انجینیر ضرورت دارین. همین یک رنگ میگیم طالب. خود طالب میگیم ظرفیت طالب خوب در وقتی که آمد حکومت که دیدیم آلم میبینیم که چی است. سخنگوی طالب هم دکتر است. بله خود به یک گلبار میشه که دکتر هم تحصیلاتش باید نرزه بشه و که بازداد خوالب یه طور است که ما هر کل ما دکتر هستیم. مشکل افغانستان هم یکی از مشکلات کلاس تشکر بر میگردیم باشم هیچ کس نمیگه که ما کم هستیم. اما عملا دولت افغانستان داره یک نظام است. پلیس سه قوه را داره و در سراسر جهان نمایندگی داره، در ملل متحد نمایندگی داره، جهانی را به رسمیت شناخته. آقای میلر، آقای خلیلزاد، آقای ترامپ هر چی که میگه بالاخره باید به این نظام تصفیه حساب کنه. درست. یعنی خود موقف خود در برابر از اینا معلوم کنه. خب شما صحبت های آقای کیانی را شنیدین؟ آقای حسینی یک میگن که یک دولت مسئول مفقود است در وضعیت فعلی. دولت میگن خلاصه میشه به چهار نفر، نام ها را مونا گرفتن، فضلی، رئیس جمهور، بی بی گل و عبدالله محب. در کنارش حکومت واقعا بقایش در ادامه جنگ میخواد؟ ببینید اولا از لحاظ تکنیکی با وقتی یک موضوع سر میز مطرح میشه خوب است متمرکز روی همون موضوع صحبت بکنیم. بله.
و قول بعضی از دوستا که الکلام یا جور الکلام هرچی که آمد بعد دوباره از اون بحث یک قسم شاخه با شاخه ببریم، من خب موافق این نوع روش صحبت نیستم. به ادامه امون بس اگر اجماع داخلی مثلا نباشه اجازه بدین شما شما از من سوال کردین، من باید به بعضی نکاتم بپردازم. فقدان دولت مسئولیت پذیر، من میخوام بگیم که دولت به تلاش کرده و تمامی مسئولیت هایش رو در قبال شهروندان افغانستان عمل بکنه. در هر پروسه‌ای که لازم بوده اولین رجوع حکومت به مردم بوده. شما ببینید مثلا زمستان گذشته قبل از دوران قرنطین رئیس جمهور بیش از 9000 مردم را یا حتی 11000 مردم را در همی ارگ رسمیر با تک تک از نواحی کابل از مسئولی های کابل و بعد در سفرهای ولایتی و بعد نشست هایی که با جریان های مختلف داشته با همه این تهمت هست که متاسفانه ما میایم میزنیم با برج اشخاص به صورت فردی. اگر ما سری گپایی داشتیم مثلا میگیم حکومت در عرض خب بند خدا همین لحظه اتفاقا در حکومت آقای غنی بیشترین شوراها را ما داریم، شورای عالی اقتصاد داریم، شورای مثلا تدارکات ملی داریم، نمیدونم مشاوره ها با مشران جرگه هست، با ولوسی جرگه هست، با انواع جلساتی که ما بسا بحث کمیته های مختلفی که در عرصه های مختلف از متخصصین هست اینا هست. من میخوام عرض بکنم که نباید ما امی دولت را و نظام را فدای روح 4 نفر آدمی که از اونها خوشمون نمیاد بکنیم. امی حالا مثلا آقای دکتر حمدالله محب جز مسائل مربوط به مسائل امنیتی به شورای امنیت چه صلاحیتی در عرصه دیگه مسائل داره؟ یا مثلا آقای دکتر فضلی یا مثلا دکتر کیوکی خب مثلا حالا بی بی گل هم میگن که یک جور نه او در عرصه خودش یک سری روابط تا حالا مثلا هیچ نه فرمان از او صادر شده و نه طبق قانون حق داره فرمان صادر بکنه. ما نباید بیای مسائل من میخوام عرض بکنم ببینین درست بحث بعدی انفعال دولت یک وقفه میگیرین باز بستان را تکمیل کنین راه حل را مبین من وقفه کنسا گفتم شده باز باید امی برنامه خوش آمده این نقص این فشرده تر حرفتان خب. جمع بکنین و راه های حل بحث انفعال دولت ببینین در دولت در هیچ بحث منفعل نبوده در بحث فقط چون موضوع ما بینن بحث مرتبط با صلح گرچه موضوع سفر دکتر سیف عبدالله به ایران ولی مرتبط با صلح در بحث صلح اتفاقا بیشترین ابتکارات دولت افغانستان داشته از لویجرگاه های مشورتی گرفته تا مثلا بحث اعلام آتش بس ها بحث اعلام مذاکرات به قید و شرط اتفاقا ابتکارات اصلی دولت افغانستان داشته و در قسمت هماهنگی با کشورهای همسایه اتفاقا حتی در این دوران قرنطین دیدین که حکومت افغانستان در یک قسم به تفاوت نبوده با کشورهای مختلف راهزنی داشته و بحث داشته و امروز هم سفرهای دکتر سیف عبدالله در همین راستا قابل تفسیر نباید این را خلاف ارگ بدانیم در راستای سیاست جمهوری اسلامی افغانستان این نباید ما این فاصله ها رو بندازیم بعد اعتداد دیگه بیا یک سری حرفای دیگه رو مطرح کنه. این یک بحث قدرت خواهی دکتر سیف اشرف غنی ببینید آقای دکتر سیف اشرف غنی بر مبنای همین قانون اساسی که ما امروز داریم که تکیه مهم آقای دکتر سیف اشرف غنی هم همین قانون اساسیه همین قانون اساسی افغانستان بیش از 4 سال بر اجازه نمیده بیخی که هر چقدر قدرت خواهم که باشه خب بالاخره 4 سال رفتنیه آیا ما اصل نظام را نباید روش تکیه بکنیم بس حکومت سرپرست این قانون را زیاد پیش نکنه مثلا در غزنی تا بال انتخابات مجلس نمایندگان نشده در 34 ولایت حداقل خب. 2 سال است که در هیچ کشوری شاید 100% غیر قانونی خب. در هیچ کشوری شاید قانون اساسی 100% عملی نشده باشه درسته. خب ما مواد نقض هم میپذیریم اما بس حکومت سرپرست ما مطرح میکنیم ببینیم بزرگوار ما یک مرور داشته باشیم حکومت داوود خان رفت حکومت متعدد کمونیست ها آمد کدام از کدام حکومتش راضی بودم یک تعداد راضی یک تعداد ناراضی بعد آمد و حکومت مجاهدین آمد چه تعداد از مجاهدین از حکومت مجاهدین راضی بود بعد از حکومت مجاهدین باز همین طالبا آمد گفت ما شریعت می خوایم خب امینا چه رقم حکومت کرد بعد از باز آقای کرزی آمد از حکومت آقای کرزی چقدر افراد راضی بود همین کسایی که امروزه تعداد حتی آمدن اطراف رئیس جمهور پیشین آقای کرزی را گرفتن همینا در اون زمان برش دوام زدن رای خودم پس گرفتن فعلا کنارش هم هستن من می خوام عرض بکنم که همین حالتم یک تعداد همه هر کسی که در قدرت بود یک تعداد خانه‌ها با او مخالف میشه ما نباید این مخالفت‌های شخصی را به جایی برسانیم که با اصل نظام مخالفت بکنیم در خدمت اجتناب ناپذیری حکومت موقت و حکومت سرپرست من می‌خوام عرض بکنم که چه ضمانتی وجود داره که همه چهره‌های سیاسی که امروز
مثلا مخالفت میکنه با رئیس جمهور فعلی، با همون رئیس حکومت سرپرست هم مخالفت نکنه، باز راکت پرانی های حکومتی ها رو کسای دیگه شروع نشه. کتا کتا باید دیدگاه میمان های دیگر هم بگیریم. آقای کیانی، خوب بالا از بس زیاد دورم نریم، اگر میخواین در مورد صحبت های آقای حسنی هم فشرده تر چیزی بگوین در کنارش، چی شوه بالاخره که اجماع منطقی مستحکم تر شوه و در داخل یک اجماع بسازیم؟ خیلی خوب. من میخوام کارکردهای جناب دکتر بشیرقمنی را به 6 بخش خلاصه کنم. یک، در بخش امنیت شما 1 کیلومتر جغرافی امن در افغانستان نشان بدین، بیشتر از 75% جغرافی افغانستان تحت اشغال طالب است. دو، در بود اقتصاد 90% به گفته خود آقای غنی شهروندان در زیر خط فقر هستند. سه، در بود قانون اساسی همو 10 ماده قانون اساسی که در حکومت آقای غنی نقض نشده شما نام بگیرین. 4، در بود برگزاری انتخابات به حمایت از دموکراسی خلاف ماده 6 قانون اساسی افغانستان، انتخابات مسخره ترین پرتقلب ترین انتخابات به تاریخ سیاسی جهان، آقای غنی به نفعش تقلب نشد. و 5، در بود اتحاد ملی شما امروز میبینیم که مسائل قومی به اوج خود، اختلافات قومی رسیده و شکل شعوری رسیده. مسئله اقتدار جناب حسینی حسنی صاحب گفتن یکی از مشکل های کلیدی جمع شدن قدرت در یک آدرس است. شورایی که گفتم در رأس همه، حتی در رأس کرکت بردم آقای غنی قرار داره. این بسا جای شرم است. این ذهن اقتدارگرایانه موجب شده که بالاخره انحصار قدرت موجب شده که نتونه مدیریت کنه. کنترل افغانستان از دست آقای غنی خارج است و خودش عاملش است. چند کار باید صورت بگیره؟ یک، هر چه عاجلتر باید شورای عالی مسائل تشکیلاتش تکمیل بشه، مجمع مطابق میل آقای عبدالله و آنچه که به تفاهم‌نامه ذکر شده نیت داردستی آقای غنی تیم خود معرفی کنه. دو، ما از حالت مدافعی فعال در میدان معارضه جهت ایجاد موازنه بین اتاق گفتگو بعد به حالت تدافعی به حالت تهاجمی متقرب شیم. سه، هر چه جلتر اعضای شورای ملی را آقای غنی جمع کنه، جریان‌های سیاسی را جمع کنه و آنچه که در دوه قرار است اتفاق بیفته با مردم افغانستان شریک بسازه. و چرا بگویه، چرا دروغ گفته؟ گفت که آقای خلیل‌زاد تمام مسائل را به ما گفته، وقتی که تفاهم‌نامه طالب حالا میگه من خبر ندارم از چیزی که امو زمایم مکتومه که فعلا پوشیده مونده بین طالب بین امریکا. آقای غنی گفت خبر دارم، حالا میگم من بی خبر هستم. اگر نمیتونه استعفا بده، بازم تکرار میکنم، افغانستان با توسط آقای غنی به بدترین وضعیت اقتصادی سیاسی خود قرار گرفته است. سپاسگزارم آقای روش. حرف آخر شما را میشنویم. حرف آخر خوب است، سخت است. حرف آخر چه رقم بوده بگویم؟ سوال کوتاه میشه بگویم که مسئله افغانستان قدرم که ما داخلی هم گفتیم، قدر داخلی هم نیست. یک ذره شورای امنیت ملل متحد، سازمان ملل فعال شود، اداره یونما در افغانستان یک اداره منفعل گزارش دهنده است، از حالت انفعالی گزارش دهندگی برای به یک حالت فعال تر تبدیل شود. تشخیص نیروها در یک جامعه بسیار مهم است. ما به حیث احزاب دموکرات، ترقیخواه، حزب راجستر شده، حزب آبادی افغانستان و احزابی که تفنگ و زر و زور نداریم، یعنی ما نه تفنگ داریم نه پول، اما حزب مدنی ملکی و مبارزه میکنیم در سراسر کشور به اطلاع ترقی و یک پارچگی افغانستان. برای ما نه تعصب قومی، نه تعصب مذهبی، نه تعصب لسانی سمتی وجود نداره، ولی ما در هیچ مذاکره، در هیچ محور گفتگو نبودیم و نیستیم، بخاطر از اینکه ما اونو ارتباط متاسفانه بگویم یا خوشبختانه یا خوشبختانه بدبختانه که در افغانستان تامین شده که هر حزب به یک جای تعلق داره و از یک جای دکته میشه، اون ارتباطات ما نداریم. ما یک حزب شفاف روشن، اما تقاضای ما از دولتی است که دولت به این یک نهاد امور رقمی که دوستا در صحبت گفتن، به این یک نهادی که میتونه یک محور خوب برای اجماع ملی باشه، میتونه اجماع رو به وجود بیاره، به این احزاب، سازمان ها و نهادها مراجعه کنه. از این فوتبال لگان تا که توپ شخصی میبره، از این شخصی بازی واقعا یک مقدار وجود داره، از این باید برای مثلا ما بار مراجعات مستقیم داشتیم، اما اصلا نه در مذاکرات دوحه، نه در مذاکرات داخلی، نه حتی در جرگه ها باید حزب سیاسی کسی اگه پرزه روان نکده که تو برادر در اینجا هستی نیست. بله، درست است. تشکر. ما اجماع داریم، اجماع اجتماعی داریم، اجماع سیاسی داریم، اجماع ملی داریم. اجماعی که فعلا که به خاطر ختم جنگ و تامین صلح شکل گرفته، اجماع غیر شعوری تصادفی است، مسئول تلاش های آقای غنی نیست.
درست است. خیلی 30 ثانیه فرصت داریم. ما جناب کیانی سیبا بخواهیم بگیم که شما یک مقدار زمان را درک کنید، کمپاین تیر شد وقتش، فعلا ما روی بحث صلح و فعلی باید گفته شود. یک تعدادی که ما یک پکیج در زمان کمپاین آماده کرده بودیم، همون در هر بحث بخواهیم شریک بسازیم. لطفاً عزت و شرف مردم ما. ما در هیچ صحبت شما دخالت نکردم آقای کیانی عزیز. ما ببین حرفی رو می‌خوام عرض بکنم که ما یک بعضی دوستای ما اکثر یک پکیجا در زمان کمپاین برشان آماده کرده بودن که برای تخریب چهره رقیب بوگه. اینا زمانش گذشته دیگه. ما فعلا بیایم روی واقعیتی که 75% زیر تسلط طالب‌ها بدانیم، این ادعایی است که کاملا غلط. طالب‌ها جز در چند تا جوی و جر در هیچ جای طالب‌ها تسلط او رو میگه که حکومت داشته باشه، تشکیلات داشته باشه. طالب‌ها در کجا داره؟ جزئی که به صورت پارتیزانی از هر جای مثل سامان حداقل شبنامه پخش میشه، بزرگداران گاه گاهی چک پوینت میذارن. شبنامه پخش میکنه، چه روزنامه پخش نمیتونه. طالب‌ها بیا روزنامه چاپ بکنه، مردم افکارش رو بفهمن. سخنگوی شورای امنیت، همین شورای امنیت شما گفت که برادر سخنگوی جالب است، میگه من یه طرفدار طالب هستم، یه طرفدار حکومت. تشکر کیانی، بزرگداران خجالت میتون در برنامه شب بازنگاه و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد. خدا نگهدار.